زمانی که ما توی موشن یک لایه رو تبدیل به یک لایه 3D میکنیم، سه چهار تا چیز به خصوصیاتش اضافه میشه. یکیش همین لایتینگی که توی درس نور با هم دیدیم، که اگه بخواین هایلایت شدتش و اینی که از نور تابعیت بکنه یا نکنه رو روشن یا خاموش بکنید. یکی دیگه از این عنوان‌ها اسکیل XYZ. تقریبا میشه گفت زد یه چیز سوریه توی موشن، چون ما واقعا قطر که نداریم، اینا تقریبا لایه های تقریبا که نه دقیقا لایه های تخت هستن، اما ما روتیشن زد داریم که در واقع همون چرخیدن تحت محور زد، وای تحت محور وای و ایکس هم تحت محور ایکس، و همچنین پوزیشن که توی عمق و توی عرض بتونیم جابجاشون بکنیم. مثلا من بخوام اینو توی عمق عقب جلو ببرم، توی عرض بخوام جابجاش بکنم، یا توی ارتفاع. نکته که دیگه که در مورد لایه های 3D و اصلا کلن سن 3D موشن شما باید بدونید، توی منوی ویو و 3D اوورلیز هست. 3D اوورلیز ما که ما شورتکاتش رو از توی ویو و 3D اوورلیز اینجا هم داریم، یه سری چیزها شما میتونید از طریقش آن و آف بکنید. مثلا همینطور که شما اینجا دیدید، وقتی که من میخوام بچرخونم سنمو، یا مثلا یه لایه رو میخوام جابجا بکنم، اگه مثلا من اینجا الان امیرعلی انتخاب بکنم، بالاخره انتخاب شد، و زمانی که من اینو جابجاش میکنم، شما همینطور که میبینید یه مستطیل سمت راست تصویر میاد که سریع میخواد این اتفاق رو نشون من بده اگر بخواد یه مقدار طول بکشه. خیلی از جاها ممکنه این آزاردهنده باشه. شما میایید توی ویو 3D اوورلیز و این اینست ویو رو آف میکنید، دیگه اون رو نمیبینید. اگر بخواید میتونید از اینجا 3D ویو تولز رو آف بکنید، این ابزارهایی که این بالا دیده میشه، یا آنش بکنید اگر آف هست. اگر خواستید میتونید گریدتون رو آن آف بکنید و این آیکون های صحنه تون هم همینطور. یه سری آیکون های 3D هم شما دارین که فقط زمانی که 3D هست فعال میشن. آخرین نکته که من خدمتتون باید بگم این کمپاسه. کمپاس شما میتونید از طریقش از سمت راست تصویر رو ببینید، یعنی رایت انگلتون، از تاپ که بالای شما باشه، از پرسپکتیو که همون نمای دوربینتون باشه، ببخشید نمای پرسپکتیو باشه، یا از کامرا که نمای دوربینتون هست. اگر این کمپاس هم خیلی کمکتون نمیکنه، اون چیزی که توی موشن به عنوان قطب نما در واقع نمایش داده میشه، میتونید اون رو هم آف بکنید.